جنگل دیدم یک قصه یادم آمد. یک نفر خانه خود و زن و شتک خود اعلام تا میره تو در جنگل، یک شاخ درخت را میکنه، شاخ خشک میاره یک جایی در زمین گور میکنه و یک خیمه میذاره، میگه خدایا من بسیار گناه کردم، من نمیجا دیگه توبه میکنم، عبادت تو را میکنم، برای چیزی که مرا خلق کردی اونمو کار میکنم، کل چیز دیگه من اعلام کردم. روزی که توبه مرا قبول کردی اینمی شاخچه خشک ام تو سرسبز بگردم، ام تو پر از برگ بسازش، من میفهم که توبه من قبول شد، باز من میرم پس طرف زندگی خود. تا روزی که توبه مرا قبول نکردی من نمیجا توبه کردم، میرم عبادت تو را میکنم، از تو بخشش میتردم. بالاخره سالا تیر میشه، این شاخچه خشک سبز میشه. یک روز یک نفر دیگه از اینمی جنگل گذرش میشه، این نفر را میبینه، پرسان میکنه، میگه بیادر پیجه چی میکنی؟ میگه من توبه خدا را میکنم بیادر، اینمی جا خیمه زدیم و تا روزی که مرا خداوند نبخشه اینمی شاخچه خشک سرسبز نشه من از اینجا رفتنی نیست. این نفر که را میبینه در دل از این کدام گپ میگرده، ای هم همیجا بیادر یک اتاقه یک خیمه واره جور میکنه، یک شاخ خشک ای هم میبره، میاره همیجا دمی زمین گور میکنه، میگه خدایا روزی که توبه مرا قبول کردی اینمی شاخچه را سرسبز بگردان، من میفهم که توبه ما هم قبول شده کرد. حالا یک نفر در او خیمه ششته در او اتاق، یک نفر در او اتاق در او خیمه، هر دوی از او همیجا فقط نماز بخوان و عبادت کن و سیل دارن که اینمی شاخچه خشک به قدرت خداوند سرسبز میشه. خب بالاخره یک روز اینمی نفر اولیه که آمده بود صدای گریان و شتک میشنوه، خودش اینمی جد عبادت است، میشنوه که یک شتک گریان داره، میگه بیادر ما آمدم در این جنگل که توبه کنم، ولی این مردم مرا در این جنگل هم نمیمانند، حالی شتک کی است که در این وقت گریان داره ما را نمیمانه به عبادت خداوند. نفر دوم که صدای گریان اشتک هم میشنود همی دلش میگرده، میگه در این جنگل ای اشتک چی میکنه؟ چون ای گریان داره در این جنگل، باش که من برم ببینم. بیرون برا میبینه که در زیر یک درخت یک اشتکه که خورترک ماندگیسته و دیگه کسی نیست، ای اشتکه گریان داره، ای اشتکه بغل میکنه، ای را ناز میته، ای را میاره دینمی خیمه خود کدام چیز خوردنی که میداشته باشه برازی میته و ای اشتکه قرا میشه. بالاخره مادر ای اشتک پیدا میشه، مادرش پیدا میشه و ای اشتکه برازی میته، میگه تو در این جنگل چی میکنی؟ میگه من بیوزن هستم، اینجا میام در این جنگل چوب جمع میکنم و اینمی چوب هم میبرم مفروشم، این اشتکه که من اینجا شانده بودم تا در کارم مزاحمت نشه، آمدم که نیست خیمه شما رو ایدم، آمدم پالیدمش یافته میشه، دیگه خیر میبینی خانه تا باید کشتو که مرا گرفتی قرا کردی، از مجبوری من این کار میکنم. این نفر میگه ایت گپه نیست همشیره، بگی اشتکه که تبرو گپه نیست. از خیمه که بیرون مبره بیادر این زنکه اشتکه خدا میگرم میره، فکرش طرف همی شاخچه خشک میشه، میبینه که اینمی شاخچه خشکه که اینمی زمین گور کرده بود اینمی شاخچه سرسبز شده، برگ کشیدم تو به قدرت خداوند. این نفر میفهمه که بیادر هر گناهی که من کرده بودم یا داشتم خداوند گناه من را بخشید و این برا ما اینمی شاخچه را سرسبز گردان تا ما بفهم که توبه من قبول شده. یعنی خداوند وقتی که بخواه تو را ببخشه به نماز و به عبادت و به این گپا نیست، تا زمانی که تو دل و قلب خود پاک نکنی و خدمت خلقش نکنی. حقوق العباد درجه داره پیش خداوند از حقوق الله کرد. اینی گفت ما.